سلام به همه دوستای عزیزم. امروز میخوایم یه حلوای شیر زعفرونی خوشمزه رو با همه نکاتش با هم دیگه درست کنیم. لطفا تا انتهای ویدیو با ما همراه باشیم. در ابتدا شیر و شکر رو با هم دیگه ترکیب میکنم و میذارم که شیر گرم بشه تا شکر داخل اون حل بشه. لازم نیستش که شیر خیلی بجوشه. به اون گلاب زعفرون دم کرده و پودر هدر را اضافه میکنم. کمی میذارم بجوشه و بعد از اینکه موادم خوب حل شد حرارت را خاموش میکنم. اون رو میذارم کنار تا شهدم سرد بشه. به هر اندازه که دوست دارین میتونین بهش زعفرون اضافه کنید. دوست خوبم، ممنونم که این ویدیو رو لایک میکنید و کانال رو سابسکرایب میکنید تا از من حمایت کنید. سپاسگزارم. یه ماهیتاب رو روی حرارت میذارم. یک پیمونه آد رو از الک رد میکنم و داخل ماهیتاب تفت میدم. برای این حلوا لازم نیستش که رنگ آرد خیلی تغییر کنه. حرارت رو خیلی کم میکنم. 30 تا 40 دقیقه با حرارت کم تفت میدم تا 1 درجه رنگ آردم تغییر کنه و بوی خامی آرد گرفته بشه. بعد از اون دوباره آرد رو جمع میکنم و 1 بار دیگه اون رو الک میکنم. این کار باعث میشه که حلوامون در نهایت کاملا لطیف و یک دست بشه. کره و روغن رو اضافه میکنم و دوباره آرد را با کره و روغن کمی تفت میدم. بهتر بیش از اندازه روغن اضافه نکنید، چون در انتها حلوای شما روغن پس میده. حرارت رو خاموش میکنم. شیر و شکری که ترکیب کردم را آروم به آردم اضافه میکنم و خوب هم میزنم تا 1 دست باشه و بعد حرارت رو روشن میکنم و با حرارت روشن حلوام رو هم میزنم تا کاملا حلوا جمع بشه و خودش رو بگیره. زمانی که حلوا به این شکل در اومد که دیگه به ظرف نچسبید و کاملا جدا شد، حلوا آماده است. میتونیم اون رو به صورت گهواره تکون بدیم تا حلوامون کاملا به روغن بیفته و آماده بشه. داخل ظرف سروتون بکشید و با هر روشی که دوست دارین میتونین تزیینش کنید. من مقداری از حلوا رو داخل قیف ریختم و به این صورت تزیینش کردم. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودین سپاسگزارم. لایک فراموش نشه.